سازمان عفو بین الملل و فعالان حقوق بشر از جامعه بین المللی خواستند تا برای پایان دادن به دهه ای از بی‌عدالتی علیه ایلهام تختی، دانشمند اویغور و زندانی سیاسی، اقدامات دیپلماتیک خود را افزایش دهند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. به مناسبت دهمین سالگرد محکومیت ایلهام تختی به حبس ابد با اتهامات بی اساس جدایی طلبی، سازمان عفو بین الملل بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این دانشمند اویغور شد. تختی که از سال 2014 در زندان به سر می برد، به دلیل دفاع از همزیستی مسالمت‌آمیز میان اویغورها و اکثریت مردم چین هدف سرکوب حکومت چین قرار گرفت. عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد محکومیت 10 ساله ایلهام تختی نه تنها لکه ننگی بر پرونده حقوق بشر چین است، بلکه شکست جامعه جهانی در تأمین آزادی او را نیز به نمایش می‌گذارد. اگنس کالامار دبیر کل عفو بین الملل تأکید کرد حکومت‌های جهان باید در هر نشست بین المللی، کنفرانس سازمان ملل و تعاملات دیپلماتیک مستقیماً خواستار آزادی این زندانی وجدان شوند. ایلهام تختی که در سال 2019 جایزه حقوق بشر ساخاروف را دریافت کرد، در طول دوران زندان با شکنجه، انزوای طولانی و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی و غذای کافی مواجه بوده است. دختر او جوهر ایلهام در طول سالهای گذشته برای آزادی پدرش فعالیت کرده و مقامات چینی تلاش کردند او را با تهدید به قطع ارتباط با پدرش وادار به سکوت کنند. عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقامات چین خواسته است تا این دانشمند اویغور را فوراً آزاد کنند و به ظلم علیه او و دیگر اقلیت‌های مسلمان در منطقه سینکیانگ پایان دهند.